السلام علیکم بیننده های گرامی. نشر این فصل برنامه اخبار را با تازه ترین خبرها منظور شما میگردانیم. امروز در برنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبری هیئت خزینه بین المللی اسعار خانم قدم زخندبال را به حضور پذیرفتند. بی‌اعتنایی در سپریدن حق استفاده برق باعث زیاد شدن قرضی کارخانه ها و اهالی. کم توجهی به آبادانی و تازگی محل در ناحیه ورزو. روحوی ولنگور و وضع حزن‌انگیز انشاءات تعینات گوناگون در ناحیه واسه. بارشات و آبخیزی در شتات سان پائولو برزیل سبب خرابی های زیاد و مرگ 12 نفر گردید. حفظ سالمی اهالی در مد نظر قربانی سلامتی در ناحیه لخش. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبر هیئت خزینه بین المللی اسعار خانم پدمژا خندوال را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع و دورنمای همکاری های مالیوی دو جانبه دایر به برنامه آینده بین حکومت جمهوری تاجیکستان و خزینه در دایره مکانیزم وسیع قرضدهی بررسی گردید. جانب ها همکاری های تاجیکستان و خزینه بین المللی اسعار را مثبت ارزیابی نموده ذکر کردند که در نتیجه تطبیق اصلاحات و همکاری های سودمند با شریکان رشد از جمله خزینه بین المللی اسعار تایی سالهای اخیر فضای صاحب کاری و سرمایه گذاری در تاجیکستان بهتر گردیدم برای جلب سرمایه خارجی همه زمینه های ضروری فراهم آورده شدند. قید گردید که در دایره استراتژی رشد در روز مدت از تلاش های حکومت مملکت برای نوئل گردیدن به چهار هدف استراتژی یعنی استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، حفظ امنیت اوزقواری و صنعت کنونی با سرعت مملکت به حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل جای های کاری مساعدت می نماید. ضرور شمرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تقویت همکاری ها با شریکان رشد در دایره افضلیت های استراتژی رشد کشور برای کم کردن تاثیر منفی عوامل های بیرونی به اقتصاد ملی توسط دستگیری بودجه دولت، صحاهای اجتماعی و انفراستراکتور انرژتیکی و نقلیاتی تلاش‌های جدی به خرج خواهد داد. در ملاقات دیگر موضوع‌های مورد توجه جانب‌ها بررسی شد. درباره دعوت جلسه 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم مطابق ماده 24 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کنم. جلسه 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم 29 مارس سال 2019 ساعت 9 در شهر دوشنبه دعوت کرده شود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد سعید عبیدالله شهر دوشنبه 12 مارس سال 2019. شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهد که در اجلاس 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم بررسی حسابات پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یخلای قانون ها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2018. قانون جمهوری تاجیکستان درباره بیرون برآوردن و وارد نمودن ثروت های تاریخی و فرهنگی. قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کرپسیا. قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی و یک قطار قانون های دیگری قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. ادامه اخبار. در دایره مجموعه نقشه یگانه آمادگی جنگی در گارنیزون خطلان تا 16 مارس مشق‌های عملیاتی استراتژی و جمع‌آوری مدافع حدودی برگزار می‌گردد. توجه نمایید به گزارش همکسبانمان از مرکز مطبوعات وزارت مدافع مملکت. در دایره برگزاری مشق‌های وسیع نظامی صبح امروز ساعت 6 تمام جزء تمهای گارنیزون خطلان با بانگ خطری پرای جنگی برداشته شده در موضع‌های مدافعوی موقع خود را اشغال نمودند. آمادگی بهره تشکیل و براهماندن مشق‌ها از اول ماه مارس آغاز گردیده آن در 4 مرحله ادامه می‌یابد و دور نهایی آن در مشق‌گاه فخرآباد پیش‌بینی گردیده است. رفت مشغولیت‌های امروز دایر گردیده که مرحله یکم مشق‌ها را تشکیل می‌داد به واسطه از جانب وزیر مدافع مملکت ژنرال پالکونیک شیرعلی میرزا نظارت و عملی گردید. در برابر جلب بیش از 45 هزار نفر حیات شخصی اینچنین به مجموع مشق‌های وسیع عملیاتی استراتژی، تکنیک‌های زیرپوش جنگی، آرتیلری و اتومبیلی، اویاسیای جنگی و دیگر نقلیات مختلف نظامی نیز استفاده می‌گردند. در دایره برگزاری مشغولیت‌های آمادگی سفربری و جمع‌آوری مدافع حدودی در 25 شهر و نواحی گارنیزون خطلان ستاد تشکیل گردیده. ذخیره احتیاطی دعوت‌شوندگان، شهروندانی در قید کمسریت‌های حربی بوده، تکنیک‌های خواجگی خلق و دیگر لوازماتی که برای برگزاری مجموع این چهارابینی نظامی ضرورند استفاده می‌شوند.
جریان برگزاری تمام عملیات ساختار و مقامات به مشغول جلب گردیده و آموزش موضوعهای به آن پیش بینی گردیده از جانب مسئولین ستاد ژنرالی قواهای مسلح مملکت اداره میگردد. هدف از برگزاری مجموعه مشق‌های عملیاتی استراتژی و جامعه مدافعی حدودی در گارنیزون ختلان این سیقل دادن تجربه حیات شخصی شرکت کنندگان مشق‌ها در تشکیل عملیات با موفقانه جنگی، هماهنگی ساختارهای نظامی مملکت در صورت به وقوع پیوستن خطرهای احتمالی، سنجش درست دسته‌های عملیاتی تاکتیکی، وسعت دادن قوا و واسطه‌های منطقه مدافعی حدودی، سفربری قشون‌ها در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف جنگی را در منطقه سرحدی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری در بر می‌گیرد. قرض کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و اهالی در شهر دوشنبه در مجموع به 48.10 میلیون سومونی رسانیده، برخی از مسئولان در پرداخت سروقتی حق استفاده آن بی‌اعتنایی ظاهر می‌نمایند. چنین سهلنگاری باعث پیش آمدن مشکلات در فعالیت انشاءاتی ساحه و تأمین منظم آن به اهالی می‌گردد. پرداخت حق استفاده قوای برق از جانب برخی ساکنان تشکیلات و مؤسسه ها و کارخانه های صنعتی در شهر دوشنبه طول کشیده، با وجود آگاهی مسئولان در این سمت به اعتنایی ظاهر میکنند. قرضداری از حساب قوای برق در نتیجه استفاده بی‌مورد و غیر مقصدناک آن به عمل میآید که ساکنان و مسئولان تشکیلات و مؤسسه ها به این مسئله چندان توجه نمیدهند. متاسفانه هستند این خیلی کارخانه ها که از آن جمله کارخانه واحد دولتی آب و کرزی شهر دوشنبه که قرض عمومیش در مجموع 10.8 میلیون سومانی را تشکیل میدهد و راه آهن جمهوری تاجیکستان، این هم باشد تا امروز حق استفاده برق را پورا پرداخت نکردند. مبلغ عمومی قرض کارخانه های صنعتی و غیر صنعتی، مثلا کارخانه های بوجهتی، این 44.5 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. چونین سهلنگاری آنها نه تنها ضرر به بودجه اویلا و کارخانه ها، بلکه به فعالیت انشاءات ساحه نیز به تأثیر نخواهد ماند. تدبیرهای عملی کرده شبکه های برق شهر دوشنبه تا دو سال اخیر در نوسازی زیرسلوها و خطهای انتقال نیروی برق با مقصد کم کردن تلفات بوده، این عامل باعث تأمینات بی‌ممانعت مشتریان با قوای برق در همه فصلهای سال گردیده است. ضمن گذراندن کارهای نظارتی، کارمندان شبکه های برق شهر دوشنبه چندین حالت غیر مقصدناک استفاده برق را از جانب اهالی و کارخانه ها آشکار نمودند. از اول ماه سال روان تا امروز از طرف شعبه نظارت فروش برق شبکه برق شهر دوشنبه 7 حالت قاعده ویرانکنی از طرف کارخانه های صنعتی و غیر صنعتی آشکار شده است و 289 عدد حالت غیرقانونی استفاده برای قوای برق از طرف مشتریان اهالی آشکار شده است که همه آنها را سندهای قاعده ویرانکنی ترتیب داده شده است و رسیده به مشتریان پیشنهاد شده است. هنگام رید مشترک در سراغه مذکور معین گشت که مشتری به حساب کنه که برقی خط انتقال قوای برق را، یعنی مصرف قوای برق را استفاده می برد، به سند بیکارکنی قوای برق را استفاده می برد. شبکه های برق شهر دوشنبه اخیراً با استفاده از نظام الکترونی جاری نمودن مکانیزم مؤثری به حسابگیری و جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده را طریق نصب حسابکنک‌های زمانی براه مانده است که با عملی کردن این تدبیر برای پیشگیری کاهش تلفات نیروی برق، حالت غیر مقصدناک و جمع‌آوری سری وقتی حق استفاده آن مساعدت خواهد کرد. ادامه اخبار. در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر و ناحیه های مملکت، کارهای آبادانی و تازگی محل باید وسعت داده شده، تدبیرهای سازندگی بیشتر در منطقه های سیاحی برای پذیرایی سیاحان به راه مانده شود. اما در ناحیه ورزاب که منطقه سیاحی به شمار می رود، تا حال تدبیرها برای قبول مهمانان عملی نگردیده، حدود استراحتگاه و مرکزهای خدمت رسانی و ساحل دریا به پرتوگاه مبدل گشته است. گزارش خبرنگاران ما. طبیعت افسونکار و دلفریب درای ورزاب با آغاز فصل بهار و شاخه‌های از کوه جاری شونده باز هم زیباتر می شود. اما سهلنگاری برخی از صاحبان مرکزهای خدمت رسانی و ساکنان دیه‌های نزد ساحلی محیط اطراف وضعیت خویش را افلاس نموده، شفت موضع‌های استراحتی و فراغتی را به پرتوگاه تبدیل دادند. محیط اطراف بخصوص ساحل رود و کول و دریاها را هنگام احیاشوی طبیعت نیوگان ما با اینهای نکو تازه و آزاده نموده، آب را همچون ثروتی بی‌بها و مقدس پاک و بی‌آلایش نگاه می‌داشتند.
همان طور به نظر می رسد که در ساحل دریا از جنوب برخی کارمندان آشخانه و استراحتگاه ها خزان روبه ها و اشیاء های افلاس پرتافته شده. با وجود فرارسی فصل بهار برای انجام دادن کارهای تازه و آزاد نگاه داشتن این موضع ها تدبیر عملی نگریده است، چون انعنه نکو در روزهای زیبای فصل بهار ساکنان دیه های شفت راه های افتمیلگرد و ساحل دریا می باید اطراف منزل استقامتی و محیط زیست خویش را تازه نموده مسئولیت شهروندیشان را اجرا میکردند. متاسفانه نه ساکنان و نه مسئولان مرکزهای خدمترسانی با آبادانی و تازه کردن منزلهای استقامتی و ساحل دریا تشبثکاری نشان داده، در سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی جای فعالانه سهم گذاشتن بی‌طرفی را اختیار کردند. در برنامه اطلاعاتی اخبار دیروز از حالت ناگواری این موضع‌های استراحتی و مرکزهای خدمترسانی گزارش تهیه و پخش گردیده باشد، هم امروز هم وضع به تغییر مانده. موضع‌های استراحتی، آشخانه و دیگر مرکزهای خدمترسانی در حدود ناحیه ورزاب که منطقه سیاحی به شمار می‌رود، در این روزهای زیبای فصل بهار حال تباهی دارند. در حدود موضع‌های استراحتی واقع در ناحیه ورزاب صاحب ملکان و مسئولان تدبیرهای آبادانی آن طرف ایستاد، صحن انشاءات و ساحل دریا را از خزان روبه و دیگر افلاسی ها تا حال تازه نکردند. منطقه های سیاحی دره رامید و ورزاب بسیارتر در بین سیاحان خارجی مشهور هستند و وابسته به موسم چی سیاحان داخلی و چی سیاحان خارجی به این منطقه ها زیادتر سفر میکنند. امروز طوری که از تحلیل ها برمی آید بسیاری انمون انفراساختار سیاحی در این منطقه ها بسیار هم رشد کرده ایستاده است و شرایط های اولین درجه برای خدمت رسانی سیاحان در این منطقه ها مهیا گردیده است. دره ورزاب که یکی از مکان های اساسی سیاحی به شمار می رود و شروع از موسم تابستان تمام سیاحانی که به شهر دوشنبه سفر میکنند از این منطقه سیاحی دیدن میکنند. امروز در قد یانمون دریاهای ورزاب ابیکت های زیادی سیاحی موجود هستند که سطح صفت خدمت رسانی آنها به روی سیاحان مهیا می باشند و با مقصد باز هم بلند برداشتن سطح صفت خدمت رسانی ما آماده ایم که یک جا با بخش خصوصی همکاری کنیم و در این سمت جهت باز هم به طلبات های بین المللی جوابگو نمودن خدمت رسانی های سیاحی چاره بینی های فهماندهی را برگزار می نماید. اگر در منطقه های سیاحی با چنین سطح آمادگی در سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی سیاحان و مهمانان را قبول نماییم، پس مسئولان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چی مسئولیتی داشته باشند؟ چنین حالت تشویش‌آور از جمله غرم پرتاب و وضع حزن‌انگیز خیمه های نزد ساحلی مرکزهای خدمت رسانی ناحیه ورزاب، از سوس جریان داشتن کارهای فهماندهی و معرفت پست اکولوژی ساکنان درک می‌دهد. تشکیل و گذراندن اکثر تازگی ساحل نه به خاطر خودنمایی بلکه عمل واقعی برای تازه نگاه داشتن محیط زیست باید باشد. نبودن پرتاوگاه ها نیز در نزد موضع های اهل نشین و مرکز های خدمت رسانی یکی از عوامل افلاس شدن محیط اطراف می باشد که با این مسئله دقت اولین درجه مسئولان مهم و سری وقتی است. از این موضع ها پرتاوها برابر بلند شدن سطح آب دریا به حدود شهر دوشنبه وارد شده وضع اکولوژی را خراب می سازد. حالت واقعی ساحل دریا بیانگر کم حوصلگی و در غفلت ماندن ایده از ساکنان و صاحبان مرکزهای خدمت رسانی به خصوص آشخانه و استراحتگاه ها می باشد که بنابر سبب بی اهمیتی ظاهر نمودن شعبه حفظ محیط زیست باعث افلاسی محیط اطراف گردیده است. رحمت الله پیرزاده، بابا علی تقازاده از ناحیه ورزاب برای برنامه اخبار. در حالی که روند آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه های مملکت ادامه دارد، در ناحیه واسه از بی‌مسئولیتی راههای اهمیت بین المللی و جمهوریوی و محلی داشته تعمیر طلب هستند و آمادگی ها به جشن نوروز بین المللی در سطح ضروری به راه مانده نشده است. گزارش حکمت الله حسین‌زاده. امروز ها در شهر ناحیه های مملکت تدبیر های آبادانی و سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. مخصوصا تعمیر و ترمیم راه های محلی در ناحیه ها با جلب مبلغ های بودجتی و صاحبکاران محلی وسعت داده می شود. در ناحیه واسه به تعمیر و نوسازی راه ها توجهی کم ظاهر کرده می شود. در حدود ناحیه 42 کیلومتر راهی بین المللی، 67 کیلومتر جمهوریوی و 164 کیلومتر راه های اهمیت محلی داشته موجود است. اما قسمت زیاد این راه ها ویران و ولنگار بوده، به تعمیر جدی نیاز دارند. رای ما را خیطای کلوب و بدخشان راه های همی شده است. این راه ها روز به این حالت دیگه اگه نمی دانیم چه خیلی هست که کی سلاح یورا می بینند این معلوم. جماعت دهاتی توگره که به مرکز نایه خیلی نزدیک است،
روحویش تعمیر طلب بوده از مد نظر مقامات دور مانده است. در حالی که توسط اقدام های دست جمعانه تازه و آزاده نمودن کوچه و محله ها در فصل بهار به حکم انعنه در آمده است، اما حیات ایجادی ما در این کوچه ها تنها افلاسی و پرتوه ها را مشاهده نمود. بناهای ولنگار و نمای مرکز محله های این جماعت بیانگر آن است که آمادگی ها به جشن نوروز بین المللی در سطح پست قرار دارد. این نوار ها اساس بی‌بس از روند آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشند. برای روشنی انداختن به این موضوع خواستم از رئیس جماعت دیهاتی توگرک ناحیه واسه دولت شریف و مصاحبه گیریم، اما نام برده نخواست با ما صحبت کند. مسئول را میباید به این موضوع توجهی ضروری ظاهر نموده برای سری وقت از بین بردن کمبودی های مذکور تلاش به خرج دهند، زیرا از پیش جشن بین المللی نوروز و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نظر است که باید در سطح بلند پیشواز گرفته شوند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه واسه برای برنامه اخبار. در ناحیه خوالنگ در دوره وسعت کارهای آبادانی امسال باید 15 کیلومتر راههای محلی، تعمیر اساسی و زیاده از 50 کیلومتر راهی بین دهها سنگفرش کرده شود. با این مقصد در جماعت دهاتی به نام غفور میرزای ناحیه با جلب متخصصان و تکنیکای ضروری تعمیر راهی بین دو دهها شروع گردید. در ناحیه خوالنگ بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه دارد. در دایره این تدبیر با خرج مبلغ‌های جمهوریوی، دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران تا سال 2021 در قطار بنیاد انشاءات تعیناتشان گوناگون، همزمان باید در 28 دهه راههای اهمیت محلی داشته مرحله به مرحله تعمیر و نوسازی کرده شود. امسال کوشش می‌کنیم در دایره 15 کیلومتر راههای محلی را منفرش کنیم، زیاده از 50 کیلومتر راه رو تعمیر جاری گذروندیم و زیاده از 50-60 کیلومتر رو سنگفرش نمویم. در اساس این نقشه چورابینی برای بهتر نمودن وضع رفت و آمد واسطه‌های نقلیات در جماعت دیهاتی به نام غفور میرزای ناحیه، کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد با استفاده از تکنیکای ضروری به تعمیر راه بین دو دهه شروع نمودند. راههای ما در واسطه بارشات و لنگر شیدگی بودند، رفت و آمد ماشین‌ها مشکل‌تر بود. حاضر باشد ما با واسطه حشر همه روح را تعمیر کرده سریم. مسافه عمومی روحای افتامبیلگر در نویه خوالین 226.4 کیلومتر، از جمله 112.7 کیلومتر روی احمد جمهوریوی و 115.7 کیلومتر روی محلی را تشکیل میدید. در دوره تطبیق لایحه تجدید و نوسازی روی افتامبیلگر دی واسه خوالین 15 کیلومتر روی احمد محلی داشتن است پورا نوسازی گردیده است. تعمیر روی دهه توکک و دهن شال که جماعت دیوت غفور میرزا از روی اساسی افتامبیلگر دی واسه خوالین شروع گردیده تا پولی بالای دریای آب مزار و حدود دهه در دو قسمت تعمیر و سنگفرش کرده می شود که این اقدام را ساکنان دهات نیز جانبداری کرده برای آبادی دهه طریق اشر در یک جایگی با کارمندان سوها در تعمیر راه دست جمعانه شرکت می ورزند. از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با مؤسسه دولتی نگهداری راههای افتومبیلگرد ناحیه برای تعمیر و نگهداری راه امسال 72000 سومانی و حساب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی باشد 43000 سومانی جدا گردیده است. با مقصد وسعت بخشیدن کارها در این سمت باید روزهای نزدیک حساب بودجه محلی باز 3000 سومانی جدا کرده شود. ادامه برنامه اخبار. در ولایت خطلان 87000 هکتار زمین طریق اسکوهای برقی آبکشی آبیاری می شوند. با این مقصد کشاورزان شهر و ناحیه های ولایت از 140 پایگاه آبکشی استفاده می نمایند که در بعضی آنها کارهای تعمیری طول می کشد. گزارش خبرنگارانی ما در این خصوص. برابری فرارسی فصل گرما و زیاد گردیدن طلبات به آبی کشاورزی بیشتر میگردد. در صورت کمبارش آمدن فصل بهار کشاورزان را ضرورت پیش میارد که هرچی بیشتر از آبهایی که طریق پایگاه های آبکشی به منطقه های کشچونده بالا برداشته می شود استفاده نمایند. در صورت فعالیت نداشتن چنین پایگاه های کشاورزان نمی توانند زراعت کش نموده خود را آبیاری نمایند. همزمان در اکثر ناحیه های ولایت خطلان مرکه کشت پنبه‌دانه طرف نزدیک می گردد. در صورت کمبارش آمدن فصل بهار کشاورزان با مقصد تامین نمودن سبزیش پنبه‌دانه از آب کشاورزی استفاده نمایند. حالت کنونی تعمیر و آماده سازی پایگاه های آبکشی ولایت خطلان به طلبات روز جوابگو نیست. تجهیزات آبکشی که سالیان زیاد استفاده شده فرسوده گردیده کارنشایه می باشند. برقرار کردن آنها غیر امکان است. چند کارگاه که در بعضی ناحیه های ولایت باعث تعمیر نمودن تجهیزات پایگاه های آبکشی فعالیت دارند، وابسته از نارسایی قسم های احتیاطی از عهده تعمیر کردن پایگاه های آبکشی
پر را برآمده نمیتوانند. چونین کارگاه های تعمیر کننده تجهیزات پایگاه های آبکشی در ناحیه های جلال الدین بلخی، وخش و شهر بختر فعالیت دارند، لیکن کارگاه ها از نارسایی قسم های احتیاطی از عهده در مهلت های پیشگویی شده به موسم آبیاری آماده کردن پایگاه های آبکشی برآمده نمیتوانند. این حالت از بسیار جهت به نابود شدن کشت زراعت های بر وقت آورده میرساند و کشاورزان نمیتوانند که از زراعت های کشت نموده خود حاصل دلخواه بردارند. از این رو مسئولین اداره های دولتی آبیاری ماشینی ناحیه های ولایت ختلان را ضرور است که برای رفع نارسایی جای داشته تدبیرهای ضروری اندیشیده پایگاه های آبکشی حدود ولایت را سری وقت به موسم آبرسانی آماده نمایند. با این عمل خود کارمندان اداره های بین ناحیوی میتوانند در تامین برنامه آزقواری کشور سهم ارزنده گذاشته زراعت هایی که طریق ایستگاه های آببراری با آبی کشاورزی آبیاری کرده میشوند شاداب نمایند و مشکلات کشاورزان را آسان نمایند. سال جاری طبق دورنما در ناحیه خوبادیان در میدان 12150 گکتر کشتی بهاری گزارنده می شود که از این 7500 گکترش را کشتی پخته تشکیل می دهد. گزارش تورعلی صاحب نظر از رفت کارهای صحرایی در ناحیه خوبادیان. پختکاری یکی از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی مملکت به حساب می‌رود. از این لحاظ همساله در ناحیه قبادیان قسمتی بیش زمین‌های کارم محض برای کشت پخته استفاده می‌گردد. امسال موافق دورنمای کشت خواجگیداران نیت دارند که در مهلت‌های مساعد معین شده در میدان 7500 گکتر کشت این زراعت تکنیکی گرمی‌دوست را به راه مانند. در معرکه آغاز کشت پنبه‌دانه در جماعت دهات تخت سنگین ناحیه روز کشاد صحرایی دایر گشته در آن کارمندان مقامات محلی و متخصصان سرایاست کشاورزی ولایت به خواجگیداران و کشاورزان بابت راه و اصول های منفیت آوری کشت شروع از آماده نمودن زمین انتخاب تخمی های منطقه باب و با استفاده از تکنیک های موجوده در مهلت های اپتیمالی گذرانیدن کشت پنبه‌دانه مصلحت های مفید دادند. در حدود جماعت دهات تخت سنگین با مقدار 3749 گکتر زمین کارمی آبی موجود است که از آن طبق استراکتور و ترکیب کشت زراعت های کشاورزی 2610 گکترش برای پنبه‌دانه برای کشت پخته ما جدا کرده گیم. در خواجگی دهقانی آریانو که 10 روز این موسی نسبت به بالای نویا فرق دارد ما کشت پنبه‌دانه را سر کردیم. نیت داریم که در سال جاری در موضوع 2610 گکتر زمین پنبه‌دانه کشت نماییم. با اطلاع بخش مربوطه ساحه عین زمان در ناحیه زیاد از 400 عدد تکنیکا و دیگر ماشینالات کشاورزی موجود است که این برای پیشبرد کار ساحه کشاورزی در ناحیه کفایه میباشد. همساله در ناحیه از هر گکتر به حساب میانه بیش از 22 سنتنری حاصل رویانیده شده بعضی از خواجگی های علاهیده تا 45 سنتنری حاصل به دست میآورند. کوپراتیو تخم پروری خواجگی اویستو زیاد از 1000 گکتر زمین کشاورزی دارم که 5 نمود تخم هستند که در هر یک موضع مطابق با هم موضع از تخمی استفاده میبریم و امید داریم که از جدای 40 سنتنر به دست بیاریم. پختکاران امسال نیز نیت دارند که با استفاده از تجربه و مصلحت و توصیه عالمان و متخصصان ساحه کارهای اگروتکنیکی پرورش پنبه‌دانه را خوب و سری وقت رعایت کرده حجم استحصال پخته را افزون نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفرف از ناحیه خوبادیان برای برنامه اخبار. منظر داشت اون که برای بالا بردن ساحه اقتصادی مملکت رشد ساحه کشاورزی نقش مهم دارد. خواجگیداران ناحیه یوون تلاش می نمایند تا هر قطعه زمینی در اختیار داشته باشند و ثمرناک استفاده نمایند. گزارش گوشه ستار. فصل بهار که آغازی رستن و شکفتن هاست، موسمی خوبی برای خواجگیداران در سمت کشت و پروریش زراعت و سبزیجات و بنیاد باغ و تاکزار محسوب می‌یابد. با نظر داشتی این خواجگیداران ناحیه یاون ولایت ختلان نیز تلاش می‌نمایند از هر روز آفتابی فصل بهار ثمرناک استفاده نمایند تا در آینده حاصل خوب به دست آورده، هم بازار را با محصولات تر و تازه تامین نمایند و هم سطح زندگی خود را بلندتر بردارند. سهامداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه با توصیه متخصصان و رعایت قاعده های اگروتکنیکی با کارهای در این موسم برای باغداران منفعت آور مشغولند. با نظر داشتی آنکه هر قطعه از زمین ثمرناک استفاده گردد و حاصلناکی آن بلند برداشته شود، دهقانان از اصول های پیش قدم استفاده می نمایند. در حدود جماعت دهات دهنه 416 خواجگی دهقانی فعالیت می کند. همین نمودی ساحه کشاورزی از اون جمله پخته، خوراک چوروا، غله و باغ پروری موجود می باشد. در حدود جماعت دهات دهنه همگی 282 گکتر باغ موجود است که از اون 66 گکتر انگور
باقی مانده باقای میوه دهنده و مانند زردالو، آلوچا، شفتالو، گیلوس موجودند. پروریش توتی زمینی و یا قلفینای در زیر پلیونکا نیز از چنین اقدام های نیک خواجگی داران محسوب میوبد. امروز در قطعه های زمین که زیر پلیونکا این بوته میوه کش شده است، نشونما خوب بوده، حاصل پخته رسیده است. جهت مثبت پروریش قلفینای در آن است که میوه آن مرحله به مرحله پخته میرسد و اگر از یک قطعه هفته اول حاصل جمع‌آوری کرده شود، قطعه دوم تا این دم پخته میرسد. یعنی قریب همه روزه در زمین های کشت قلفینای حاصل فراوان است و سهمداران همه روزه میوه لذیذ آن را در شکل تر و تازه به بازار میبرورند. منفعت‌ناک بودن پروریش قلفینای را به نظر گرفته، دهقانان در فکر زیاد نمودن میدان کشت این بوته میوه هستند. خواجگیداران هر قطعه زمین را ثمره‌ناک استفاده برده با آن تلاش میکنند که حاصل بلند محصولات کشاورزی به دست آورده، در برابر بهسازی سطح زندگی خود همچنین در غنی گردیدن بازار استعمالی سهم گذارند. بارشات و آبخیزی در شهر سان پائولو برزیلیا سبب خرابی های زیاد و مرگ 12 نفر گردید. در مضافات دایره‌زوری سوریا در نتیجه حمله موشکی به قرارگاه گروزگان زیاد از 50 نفر زنان و کودکان هلاک شدند. شهر خبرها از خارج مملکت. شهر سان پائولو برزیلیا بارشات و آبخیزی را به میان آورد. در نتیجه افت طبیعی 12 نفر به هلاکت رسید، چند کس دیگر جراحت برداشتند. در میان هلاک شدگان کودکان نیز هستند. طغیان آب چند بنای استقامتی را خراب نموده است. وابسته به بارشات و آبخیزی در بعضی از منطقه‌های برزیلیا حالت فوق‌العاده اعلام کردند. بارشات خط‌های انتقال نیروی برق را کارنشایم کرده، ساکنان چند منطقه از استفاده برق و آب نوشاکی محروم ماندند. کارمندان خدمات نجاتی ساکنان زیر خطر آبخیزی قرار داشته را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. هواشناسان ابراز می‌دارند که در منطقه‌های گوناگون برزیلیا بارشات دو شبانه روز دیگر ادامه خواهد کرد و آن می‌تواند باز آبخیزی شدید را به میان آورد. در شهر سلامانکا اشتات گواناخواتو و مکسیکا سلوح بدستون با بینوی مرکز دلخوشی شبانه حمله کردند. بر اثر حادثه 15 نفر به هلاکت رسیده، چند کس دیگر جراحت برداشتند. شاهدان ابروز می‌دارند که سلوح بدستون وارد بینوی مرکز دلخوشی شده، جانب میزاجان آتش کشیدند. کارمندان ساختارهای قدرتی مکسیکا سلوح بدستون را جستجو دارند. در مکسیکا در نتیجه حمله و تیرپرانی گروه‌های سلوح بدست و نشأ جلاب پیوسته ساکنان آسایشته هلاک می‌شوند. در ولایت بادغیز جمهوری اسلامی افغانستان گروه سلاح بدستان به نقطه گذرگاه نظارتی کارمندان مقامات پلیس حمله کردند. در نتیجه 20 کارمند ساختارهای قدرتی افغانستان به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر جراحت برداشتند. همچنین سلاح بدستان 28 نظامی را اسیر گرفته به سمت نامعلوم بردند. خدمتچیان حربی افغانستان برای آزاد کردن اسیران از زیر نظارت گروه های سلاح بدست عملیات می‌گذرانند. در شهر دوشنبه روزهای دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا در جمهوری تاجیکستان که با جشن 100 سالگی دانشکده مذکور بخشیده شده است آغاز گردید. گزارش خبرنگاران ما. در شهر دوشنبه بخشیده با جشن 100 سالگی دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا به نام گراسیموف روزهای دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا در جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. در دایره روزهای دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا در جمهوری تاجیکستان سازشنامه همکاری بین دانشکده مذکور و دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به امضا رسید. همچنین در این مؤسسه تعلیمی کنسرت مشترک دانشجویان تحت عنوان دوستی برگزار گردید. اصلین هر دو مؤسسه فرهنگی هنر و مهارت خود را پیشنهاد حاضری نمودند. این تدبیر مهم در دایره همکاری های سودمند بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه میتواند برای تبادل تجربه و آموزش نازکی های هنر از یکدیگر مساعدت نماید. همچنین در دایره روزهای دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا نمایش بهترین فیلم های ختم کنندگان و دانشجویان این دو دانشکده در کینوتئاترهای وطن زبونیسا و تالار ارغنون دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت پیشنهاد نمایشنامه ادیب فیلم های کوتاه متراژ دانشجویان از کشورهای تاجیکستان، روسیه، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان در نظر است. نقش هنرمندانی که دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا را ختم نمودند در رشد کینوی تاجیکستان و روسیه و تبادل تجربه هنرمندان نظر است ارزیابی می شود. روزهای دانشکده دولتی عمومی روسیگی کینماتوگرافیا در جمهوری تاجیکستان تا 15 مارت ادامه یافته، در دایره آن مهمانان از مکانهای تاریخی و فرهنگی تاجیکستان دیدن می کنند. ادامه اخبار.
چند پیش اداره برنامه های اطلاعاتی اخبار از مشکلات خوانندگان مکتب رقم 5 ناحیه دوستی گزارش تحلیلی تنقیدی پیشنهاد کرده بود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی با جلب سایه‌کاران و سهم ساکنان محل برای خوانندگان دهه وحدت جماعت دهات جلیکول بنای علاوگی مؤسسه تعلیمی را بنیاد نمودند. عبدالرزاق عزیز از ناحیه دوستی گزارش می‌دهد. محتوای گزارش تحلیلی تنقیدی گروه اجادی ما را دوری مسافه راه مکتب تا رسیدن به مؤسسه تعلیمی رقم 5 دهه وحدت ناحیه دوستی تشکیل می‌داد. در این دهه نوبنیاد ساخت و ساز تعلیمگاه به نوبت گرفته نشده بود و خوانندگان صنف‌های ابتدایی با راه‌های مشکل گذار و بیشتر از 2.5 کیلومتر به مرکز دهه وحدت برای تحصیل می آمدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی در دایره نقشه چوربینی های سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با جلب صاحبکاران و به واسطه سهم ساکنان محل در فرصت کوتاه‌ترین واکنش نشان داده برای فرزندان زحمتکشان دهه مذکور بنای علاوگی مکتب رقم 5 را بنیاد کردند. علاقه بیش از 50% کارهای آبادانی در انشاءات بخش معارف به انجام رسیده است. سیمخانه علاوگی علاقه ساخته شده ایستاده است، قریب در عرفه انجام یابی است، همزمان نصب کردن در تریزه مانده است و در روزهای نزدیک اینو به اتمام میرسونیم. همزمان گفتن جایز است که علاقه ما 15 سیمخانه علاوگی ساخته علاقه تیار کردیم، عین حال 13 سیمخانه علاوگی ساختمانش دوام دارد. این همه این تحفه ارزنده برای جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. کارهای ساخت و ساز مکتب از جانب اهل دهه و دستگیری مولیوی از طرف صاحبکاران به راه مانده شده است. تامین میز و کرسی را در این مکتب نو وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بر عهده گرفتند و پیشواز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه دوستی همچنین بنیاد کردن بیش از 150 عدد انشاءات معیشی اجتماعی و خدمت رسانی و استحصالی به نقشه گرفته شده است. از جمله در دهات 20 سالگی تاجیکستان نوری بخش و دهقان آباد ناحیه دوستی صاحبکاران بهر ساخت و ساز انشاءات فراهم آورنده جای کار تلاش می‌ورزند. از جمله در همین زمینه تشکیل فابریکه پرنده پروری در نظر داشته شده است که عامل بهتر تأسیس جای های کار خواهد بود. شرکت فروغ فیاض اقدام گرفت که در مدت کوتاه من فابریکه پرندواری در ناحیه دوستی جماعت دهقان آباد تشکیل نماییم. در گردش اول ما 15600 سر چوجه می آوریم برای آذوقه و خوراکواری جمهوری تاجیکستان. تامین کردن پرنده که در ناحیه ما تا حاضر یگان فابریکه پرندواری وجود ندارد، با روز استقلال جمهوری تاجیکستان همین سالش 100% به 50000 سر می رسانیم. برنامه را ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری اوید به اداره اصلاحات میلیسیا برگزار گردید. در جلسه رفتی برنامه اصلاحات میلیسیا در جمهوری تاجیکستان دستاوردها و دورنمای آن موردی محاکمه قرار داده شد. گزارش عبدالحمید نذیر. امروز در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری اوید به اداره اصلاحات میلیسیا برگزار گردید که در کاری آن رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، مسئولان از سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، برنامه رشد سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد اوید به مواد نشاور و جنایتکاری، نمایندگان کارپوس های دیپلماتی مقیم تاجیکستان، اینچنین مسئولان از یک زمره سازمان های بین المللی و تشکیلات های جمعیتی و کارشناسان اشتراک داشتند. اشتراکچان روند اصلاحات میلیسیا در جمهوری تاجیکستان دستاوردها و دورنمای آن را مورد محاکمه قرار دادند. در دایره اصلاحات میلیسیا در تاجیکستان سه حجت مهم قبول کرده شده است. این حجت ها استراتژی اصلاحات میلیسیا برای سالهای 2013-2020، برنامه اصلاحات میلیسیا برای سالهای 2014-2020 و نقشه عمل اوید به عملی گردانی برنامه برای سال 2013-2020 را در بر میگیرد. در ادامه تاکید گشت که در دایره استراتژی اصلاحات میلیسیا برای سالهای 2013-2020 و در پی عملی کردن نقشه و نیت های در این حجت های مهم موجود بوده، در شعور جامعه سیمای اجتماعی کلا نوی کارمند میلیسیا که از همه عملهای کروپسیونی خالی و هدفش مساعدت نمودن به شهروندان است تشکل داده می شود. مقصد از وظیفه اصلاحات میلیسیا در تاجیکستان این پیش از همه مرحله به مرحله بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی، تکمیل ساختار آن، مطابق نمودن فعالیت مقامات به طلبات معاصر و معیارهای پیشبینی نموده سندهای حقوقی بین المللی اعتراف نموده تاجیکستان، تکمیل همکاری با جامعه شهروندی، تامین
مادی و حمایه اجتماعی کارمندان مقامات کارهای داخلی، اینچنین بهترگردانی و تامین نمودن دسترسی میلیسیا با اهالی، تاسیس نظام یگانه دولتی با قیدگیری و به حسابگیری جنایت که با تکنولوژی اطلاعاتی معاصر اساس یافته است و همزمان بلندبرداشتن سطح معلومات ناکی و کسبیت هیئت شخصی توسط جاری نمودن نظام پیشرفته تحصیل آماده و اختصاص کنونی کارمندان میباشد. عبدالحمید نذیر، بهرالدین زاهر، عبیدالله سیولی، اخبار. کارشناسان یکی از سبب اصلی به جنایت از زدنی جوانان نابالغان و گرویدن آنها به گروه های افراطی را پیش از همه دور ماندن از نظارت والدین و رعایت نگردیدن مقررات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند معنی داد گردند. گزارش خبرنگاران ما. جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و حقوق بنیاد دوم سالهای صاحب استقلالی با مقصد تحکیم پایه‌های استقلالیت دولتی و رشد اقتصادی ملی تلاش به خرج داده برای تامین زندگی شایسته هر یک شهروند کشور برنامه و استراتژی های مشخص را عملی می نماید. این است که در تاجیکستان مرحله به مرحله انفراستراکتور صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و خدمت رسانی بهتر می گردد. در سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان انسان و حقوق و آزادی های آن در اولویت قرار داشته، شرایط آزادی فعالیت موجود است. در ناحیه رودکی واخوری مقامات حفظ حقوق با جوانان و ساکنان و فعالان ناحیه برگزار گردید. طور تاکید گردید دوم سالهای صاحب استقلالی با تلاش های پیگیرانه حکومت مملکت برای جوانان شرایط مساعد کار و فعالیت فراهم آورده شده است. همچنین اوید بر رعایت نشان دهنده های قانون های جمهوری تاجیکستان، اوید به تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نیز ابراز نظر کرده شده، تاکید گردید که رعایت قانون‌های مذکور در سمت کاهش دادن زیادروی‌ها و راه ندادن به اسراف‌کاری‌های بیهوده، اینچنین بلند برداشتن مسئولیت والدین در تربیت درست فرزند نقش مهم می‌بازند. از این رو رعایت آنها به منفعت جامعه بوده، در برابر بلند برداشتن سطح نیکوهوالی اهالی همچنین باعث کاهش دادن سطح جنایتکاری میان نورسان و جوانان می‌گردد. تجربه نشان داده است که بروه جنایت و جنایتکاری در هیچ منطقه پیشروی ها دیده نمی شوند و استفاده سلاح و مواد مخدر باشد باعث می گردد که ناآرامی در آن محل وجود داشته باشد. بخصوص در جهان امروز منفعت خواهان با استفاده از اعتقادات مردم عملهای ناپاک خود را عملی می سازند. این است که ما باید هوشیاری سیاسی و مذهبی را از دست نداده تلاش نماییم تا در زیر یک پرچم دست به دست هم نهاده در آبادی وطن صاحب استقلال سهم گذاریم. در تاجیکستان فوت مادر و کودک در مقایسه با سال 1098 متناسباً 2.1 و 2.6 برابر پس شده است. در همین دایره در ناحیه لخش تحت شعار سالمی مادر و کودک در دهات تشخیص رایگان طبی گزارانیده شد. نوروشوی عزیزالله و بهرالدین اسماعیل‌دین از ناحیه لخش گزارش می‌دهند. از خدمت رسانی رایگان طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه لخش علاقه ساکنان دو جماعت دهات ناحیه پلتون و لخش بهره ور شدند. این تدبیر مهم در دایره هدف های حکومت مملکت جهت بهره ور نمودن اهالی از خدمت رسانی های بهتری اجتماعی صورت میگیرد. مادر و کودک برای تشخیص و یا تبابت مجبور بودند به مرکز ناحیه روند. تشکیل کاروان سلامتی تحت شعار سالمی مادر و کودک در دهات امکان فراهم آورد که ساکنان ناحیه لخش از خدمت رسانی رایگان طبیبان بیمارخانه مرکزی در محل زیست تحت شعار سلامتی مادر و کودک دهات کاروان سلامتی گذرانده استاده اید. چه خیلی که به همه گون معلوم است امروز دیده استاده اید، ما همه متخصصان تجربه ناک را از مرکز ناحیه در یکی از جماعت های دوردست آورده تشخیص گذرانده استاده اید. در دایره کاروان سلامتی تحت شعار سالمی مادر و کودک در دهات تقریبا 500 نفر از ساکنان ناحیه لخش از خدمت رسانی بهره ور شدند. چورابینی های مرکزانیده شده اطلاعاتی و تشخیصی با بلند شدن معرفت و معلومات ناکی اهالی، از جمله هر یک اعضای اویله اوید به حامله داری، نگاهبین غمخورانه نسبت به زن حامله و کودک نوزاد، سری وقت به قید گرفتن زنان حامله و فراگیری مادر و کودک با تبابت و مشورت امکان فراهم می آورد. طبیبان ناحیه لخش نقشه دارند، آینده نیز در دایره هدف های حکومت مملکت اهالی را با نظر داشت طلبات از این نمود خدمت رسانی های اجتماعی بهره ور نمایند. نوروسی عزیزلو، بهرالدین اسماعیل‌دین، ناحیه لخش، برنامه اخبار.
رسمان انانه و اوینهای ملی تاجیکان در خارج کشور نیز هواداران زیاد دارد. با مقصد معرفی انانه های ملی، هموطنانمان در شهر بلاگاوشنسک فدراسیای روسیه تدبیرهای ضروری را عملی نموده، صنعت نانپزی تاجیکان را به ساکنان محلی پیشنهاد می‌نمایند. گزارش خبرنگاران ما. سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. این نکته های پیام رو هموطنانی در شهر بلاگاوشنسک بودامون به خوبی درک کرده کوشش میکنند برای رواج هنرهای ملی تاجیکانه، حفظ و گرامی داشت آیین‌های ملی و در یک وقت سهمگذار بودن در آبادی های تاجیکستان عزیز چوره های ضروری اندیشند. لازم به یاد آوری است که دیاسپورای تاجیکانی بلاگاوشنسک که به اون جوانمردی وطن دوست و خویشتن شناس رحمت الله احمدوف سروری میکند، در منطقه شرق دور از بهترین دیاسپورای هموطنان بوده. در مورد رعایت رسم و آیین‌ها و معرفی ملتمان چون ملت صاحب تمدن فعالیت پرثمر دارند. صنعت نان و کلچه‌پزی یکی از فرهنگ‌های قدیمی مردم تاجیک است و امروزها با داستان اعجاز‌آفر مردم تاجیک، دستورخوان دهم ملت و خلقیت‌ها در فدراسیای روسیه و به خصوص در ولایت امور، با نان گرم تنوری تاجیکانه با کلچه‌های شیرمول و نقشین آرام می‌یابند و با برکت می‌گردند. ما قتی پدرم رو کمجا کار می‌کنیم، هم می‌خونم و دوی درس اومده همجا کار می‌کنم. هنرمندان تاجیک در دوری‌های شرق دور هم توانستند خود را چون یک ملت صاحب هنر رو تاریخی نشان دهند و موقع خاص پیدا کنند. صدبرگی باقی باباجانی محمد، گورسان ارزازاده از ولایت امور برای برنامه اخبار. امروز در نوحیه های وخش و کشانیان ولایت ختلان در نتیجه مساعد آمدن وضع هوا و سربارش بودن فصل تیرماه و زمستان، ذخیره خوراک چوروا به قدر ضروری جمع آوری شد و چورواداران به مشکلی چوروا را از فصل زمستان برآوردند. گزارش خدادادی رجب و اسکندر سعید. در ولایت ختلان جهت تامین اهالی با محصولات شیری و گوشتی و غذای پرهیزه، چوراهای مؤثری اندیشیده مسئولین امروز ثمره دلخواه داده ایستاده است. از ناحیه وخش اطلاع می‌دهند که از نصف بیش نقشه طولگیری از چوروای میده شاخدار اجرا گشته تا آخر ماه روان از هر 100 سرمش 92 سری نسل خواهند گرفت و این رقم در تامین دورنما مساعدت خواهد کرد. خوجگی جامعوی چوروادار باشد زیاد از 24000 سر برای بوزولا رو دربر میگیرد که از همین 11000 رش میشو یعنی گوسفندهای زویان رو تشکیل میدهد. امروز در ناحیه معرکه به نسلگیری با مرام رفته ایستاده است. در این جدا کپراتیوی چوروادار ناحیه موقع پیشوهنگی داشته، در سه فرمه فعال مالی میده زاد قرقولی چوروادران را موضوع کار بیطلب و زنده به دست آوردن برچه های نوزاد میباشد. این حال نسلگیری رفته ایستاده است تا به امروز 5610 سر برای گرفتیم که 51% سرشمار عمر را تشکیل میکنند. سری همین موضوع در ناحیه کشانیان نیز چوروادران سعی میسازند که تا دوره به چراگاه های تابستانه راندن مال عامل های موجوده را برطرف کرده به مشکلی چوروای خود را به نقطه لازمه سفر برنمایند. در این ناحیه اساس چوروای آن را فرمه مالی میده کپراتیو سیسولی تجارتی حاجی محمد شریف تشکیل داده، عین حال سرشمارش به 8020 سر رسیده است که زیاد از 5000 اش را میشی زایان تشکیل میدهد. مارکی برگیری خوب است نظر به سال گذشته را. تا حاضر 2500 بره از ما برکه کردیم. طرز نگاه و بین و امگزارونی سری وقتی بایتوری بود که امروز چوربا فربه سالیم بوده، در اترهای بهادر سفرف، رحمت بوری و خورشید سفرف تا امروز تلف چوربای نوزاد به مشاهده نمی رسد. بعد انجام نسلگیری اول ما برای بیماری انگلی داروی میزگرونیم و این برزیدی کسلی های سرایتی سختنی و بای سوم درد بغم درد امگزنونی کرده میشه. در ولایت ختلان از رفت معرکه طولگیری میتوان خلاصه کرد که امروز وضع چوروا رو به رشد و افزایش بوده، دسترسی آن به اهالی چه خیلی که در بازار و دکانهای جمهوری مشاهده میشود خوبتر گردیده است. خدادادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ولایت ختلان. بینندگان گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیاتو خانه آباد باشد.